بینندگان عزیز به برنامه آیین زندگی خوش آمدید. خداوند بزرگ سپاسگزارم که یک بار دیگر توفیق داد تا از طریق برنامه آیین زندگی مهمان خانه های شما عزیزان باشیم. دوستان گرامی، در برنامه امروز آیین زندگی استاد عبدالخالق احسان در استودیو با ما حضور دارند و با ایشان در مورد فعالیت های رضاکارانه و اهمیت فعالیت های رضاکارانه در جامعه و دید دین مقدس اسلام در مورد فعالیت های رضاکارانه و همچنان نمونه های از قرآن کریم و زندگی صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و اینکه چه تأثیراتی میتونه فعالیت های رضاکارانه در اجتماع داشته باشه با جناب استاد صحبت میکنیم. به امید از اینکه شما بینندگان عزیز تا پایان برنامه ما را همراهی کنین. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش اومدین برنامه. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش اومدین برنامه. تشکر، عرض سلام در خدمت شما و بیننده های هدفان تلویزیون اسلام. ممنون از شما جناب استاد. موضوعی که امروز قراره با شما صحبت کنیم و من در مقدمه خدمت بیننده های عزیز اشاره کردم، موضوعی بسیار مهم و پر اهمیت، مخصوصا در عصر ما اهمیت این موضوع بسیار بالایه، به خاطر که نیازمندی ها در جامعه ما بیشتر شده، افراد نیازمند در جامعه ما بیشتر شده و حتی در سطح جامعه فعالیت و کار نیاز بیشتر شده. به این خاطر نیازه که تعدادی از افراد به صورت رضاکارانه فعالیت بکنند. به این مبنا موضوعی که ما شما امروز قرار است صحبت بکنیم، فعالیت های رضاکارانه و دین مقدس اسلام در این مورد و اینکه چه تأثیر و فاید در جامعه داره، ان شاء الله با شما صحبت میکنیم. در ابتدا جناب استاد، اگر به عنوان مقدمه یک تعریفی در مورد فعالیت هایی که به شکل رضاکارانه یا بنوی بگیم به شکل رایگان انجام میشه توسط افراد داوطلب، یک تعریف اگر داشته باشه. تشکر، موضوع خیلی مهمی شروع کردیم. قضیه در تعریف کار رضاکارانه گفته شده که یک فعالیت بدنی و عقلی و فکری است. بله. که انسان این برای دیگر انجام میده بدون اینکه از اونها مزد بخواد، بدون اینکه از اونها تشکری و تقدیر بخواد و بدون اینکه حتی ملزم به کار باشه. این علاوز عرفی و شرعی برش الزام نیست، وجیبه شرعی و وجیبه عرفی نیست، اما بازم بخاطر اینکه به دیگر خدمات برسه انجام میده. وقت در تعریف گفته میشه کار بدنی و کار فکری، معنا اینه که کار رضاکارانه قرار نیست همیشه جسمی باشه، همیشه ما خدمات مادی و جسمی برسونیم. خیلی وقتا میشه خدمات فکری و عقلی و علمی مهمتر از خدمات جسمی باید باشه، به خاطر اینکه وقتی که انسان اگه ما مشکل داره بهش کمک نقدی بکنیم شاید عاجل مشکل حل بشه، اما برای آینده مشکل باید باقی میمونه. اگر بهش علاوه فکری و علاوه علمی راهکار بدیم، راه حل بدیم و خودش وادار به کار بکنیم، او تشویق به کار مهم بکنیم و کار درآمدزایی بکنیم، او در آینده مشکل خود دوامدار میتونه حل بکنه. به خاطر هم فعالیت و خدمات علمی و فکری بخش رضاکارانه میتونه شامل باشه، هم فعالیت های جسمی و مادی و بدنی. بله، دقیقاً جناب استاد. حالا به این اساس که ممکنه بعضی افراد در مقابل فعالیت هایی که افراد دیگه برای از اون انجام میده او هزینه رو نداشته باشن که بپردازن و اینجی اهمیت فعالیت های رضاکارانه به اصطلاح خود مشخص میکنه، اگر شما بیشتر روی اهمیت از این موضوع صحبت داشته باشین که وقتی تعدادی از افراد میخوان تغییری در جامعه بیارند یا به افراد دیگر کمک بکنند، چه اهمیتی کار از اینها داره؟ دقیقا میتونه واقعا اینه که انسان اصلا موجود اجتماعی با دیگر سر و کار داره. بله. در طول تاریخ بشریت بین انسان همکاری بوده. بله. هیچ انسان نمیتونه به تنهایی کل نیازمندی خود طرف کنه، مجبوری با دیگر ارتباط داشته باشه. بله. حالا حل نیازمندی ها گاهی انسان از طریق معاملات و داد و ستد برطرف میکنن، خرید و فروش اینها. بله. اما بعض نیازمندی ها هست که به این معاملات کامل نمیشه. بله. یعنی نیازمندی انسان باطر از اینه که بتونه به خرید و فروش و معامله و کرایه اجاره حل بکنه. بله. مثل نباید به کار رضاکارانه، یعنی اینجا هست که وقتی انسان ها نمیتونن کل نیازمندی خود را به کار معامله و داد و ستد حل کنن، نوبت میرسه به کار رضاکارها که اونها باید خدمات ارائه بکنن بدون اینکه از اونها عوضی بگیرن. و اینجا وقت زندگی اجتماعی نیازمند همکاری هست، ما به حیث بشر نیازمند این وجیبه هست برای ما که در یک قسمت فعالیت بکنیم و تلاش بکنیم و خدمات رضاکارانه داشته باشیم. و از طرف دیگه شرایط جامعه، یعنی خیلی وقتا قرار باشه کل نیازمندی ها کل مشکلات مردم رو حکومت ها حل کنن، امکان پذیر نیست. بله. نیازمندی های مردم بیشتر از توانی های حکومت ها هست. به خاطر افراد خیرخواه و افراد رضاکار وظیفهشون اینه که خدمات رو که خود مدن نمیتونه انجام بدن، خدمات حکومت ها نمیتونه انجام بدن، با کار رضاکارانه انجام بدن. و ای چون که کار
خیرخواهانه است و کاری که در به طلب ثواب با امید کمک به کس انجام میگیرم، این بازدهی بیتری هم داره و از طرف روابط اجتماعی رو خیلی خوب و قشنگ میکنم. در ارتباط ما مقوله داریم از حضرت حسن بصری که جالب میگه، میگه که لن اقضی حاجت الاخ احب الی من ان اصلی الف رکعت. میگن که اگر من بتونم مشکل یک برادر حل بکنم، بهتر از اینه که هزار رکعت نماز بخونم. نماز خواندن خیلی فضایل داره، نماز رکن دوم اسلام است، اما خدمت به خلق، خدمت حل مشکل یک انسان، از هزار رکعت نماز نفلی هم بیشتر فضیلت داره، بیشتر از حسن بصری محمد. حضرت ابن عباس رضی الله عنه میگن که لان اعول اهل بیت من المسلمین شهرا او جمعه احب الی من حجته. میفرمایند که اگر ما بتونم یک خانه سرپرستی بکنم، یک ماه یا یک هفته یا یک مقدار توانستم که یک خانه ای یک خانواده سرپرستی بکنم، مشکل اونا تا حل بشه، میگم برای این بهتر از حج است. حج نفلی که خیلی ثواب داره، در حج خیلی فضایل و ثواب ها است، اما خدمتی که ابن عباس رضی الله عنه میگن که خدمت کردن به یک انسان، به یک خانواده نیازمند بهتر از اونه. چرا؟ به خاطر اینکه عباداتی که ما انجام میدیم این مفاد شخصی برای ما میرسه. نمازی که بخونه، حج بکنه، مفادش برای خود ما میرسه، مفاد اندکی به دیگران میرسه، اما خدمت با خلق، حل مشکل دیگه ها، سرپرستی یک خانواده به بضاعت، نفعش با جامعه میرسه، با دیگه ها میرسه. وقتی کار ما، دستاورد ما و پیامد کار ما بیشتر به اینکه نفع به خود و نفع برسه، با دیگران نفع میرسه، طبیعتاً اجر مزدی هم بیشتر و اهمیت بیشتر باشه. به خاطر ما در اهمیت به نقطه اکتفا میکنیم که یک نیاز اجتماعی، یک نیاز بشری، یک توسعه شرعی است. خیلی مؤسسات و سازمان های هستن کارهای خیریه میکنن، کارهای خیریه اونها یک نقیصه داره که در کارهای خیریه رضای الله مد نظر نیست. مؤسسات خیریه هستن، خدمات برای خلق انجام میدن، میگن کار بشر دوستانه، کار خیرخانه، در جایش خوب است، اما به خاطر ناقص نه که در او کار هدف کارگر و هدف رضاکار اینه که آفریدگار بشریت راضی بشه. اما یک مسلمان وقتی میخواد کار خیرخانه بکنه و کار رضاکار بکنه، یک مسلمان رضاکار بشه، در پروی که هدف داره با همسایه کمک بشه، با مردم کمک بشه و رضایت مردم جلب بشه، مشکل مردم حل بشن، هدف اصلی اینه که پروردگار مردم و آفریدگار مردم راضی بشه. وقتی الله متعال راضی بشه، کل مردم هم رضایت اونها تحت شعاع قرار بگیره، رضایت اونها ارزش پیدا میکنه. وقتی از کار ما الله راضی نبود، رضایت مردم ارزش نداره و مهم نیست. بله دقیقاً. حالا جناب استاد، شما هدف اصلی اشخاصی که فعالیت های رضاکارانه را انجام میدند و هیچ امتیاز مادی دریافت نمی کنند، گفتین هدف اونها به اصطلاح به دست آوردن رضایت پروردگار. حالا اگر بیاییم از کتاب صحبت بکنیم که پروردگار متعال برای هدایت بشریت فرستاده و در اون کتاب آیا مواردی ذکر کرده در این مورد کسایی باید باشند که فعالیت های رضاکارانه و فقط به خاطر کسب رضای پروردگار انجام بدن، که این میتونه اهمیت این موضوع را بیشتر برای بینندگان عزیز نشان بده؟ وقتی ما به قرآن کریم مراجعه بکنیم، آیات زیاد داریم که توصیه میکنه به کار خیر، بله، توصیه میکنه به کمک به دیگران. چند نمونه اشاره میکنیم. خدا میفرماید که و تعاونوا علی البر و التقوا، با نیکی و تقوا همکاری بکنیم. ای آیا هم دو نکته ای داره که شما هم با دیگه هم کاری بکنیم، با دیگه کار خیلی خانه انجام بدیم، با دیگه رضا کار باشیم، از طرف به تقوا یعنی مطابق دستور الله کار بکنیم. خدمات به دیگه قرار نیست هر کار خوب باید انجام بده که به دیگه خدمت میکنیم، که دستور مشهور که نفر دزدی میکنه با دیگه خدمت میکنه، این غلطه. درست خدمت خوب است، باید از راه نشوی با تقوا باشه. ای آیه قرآنی میگه که شما در نیکی و تقوا نیکوکاری و همکاری بکنیم، معنیش اینه که شما خدمات انجام بدیم با دیگه ها با مطابق دستور الله و رضایت الله. خدا در این میفرمایه که آیات المال علی حبه، برای صفات انسان خوب میفرمایه یکی از صفات اونها اینه که مال خدا با آن که دوست داره با دیگه میپردازه. داره یک انسان مال دوست داره و مال وقت ما دوستم داره و اینم با فقرا و مساکین میدیم، یک ارزش البته این توصیف میکنه انسان. خدا میفرمایه که فمن یعمل مثقال ذره خیر یره، یک ذره هم کار خیر انجام بده خدا میبینه. اون این تشویق برای از اینه که شما کار خیر و کار رضاکارانه انجام بدید ولو که اندک باشه، ولو که یک راهنمایی کوچکی، ولو که یک کمک بسیار ناچیزه که انا ظاهری خیلی کم است، اما همین یک قرص نان، یک مقدار پول، همین خدمات اندک، یک مشوره، یک نظر، یک راهنمایی، همه اینا شما کار خیری میشه. و اگر ما یک ذره از اینا انجام بدیم پیش خداوند محاسبه میشه و خدای بده ما پاداش بزرگ عنایت میفرمایه. تو خدا میفرمایه که
لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح من الناس. خداوند فرمایه که در گفتگوهای خودمانی و در گوشی صحبت کردن خیلی نیست، مگر اینکه در یک صحبت‌های ما چند چیز باشه، یا به صدقه امر بکنه کار خیرخانه است، کار زکانه است، یا به معروف چیز خوب امر بکنه، امر کردم و راهنمایی کردم به کارهای خوب خودش کار مفید و خیرخانه است، یا بین مردم اصلاح وجود بیاره. اصلاح وجود آوردن یکی از کارهای خیرخانه است. گاهی ما فراموش کردیم اینه مسلمان اینه که در محیطی که کار میکنه، در همسایگی دکانش، در همسایگی خانهش، گاهی کسانات مشکل دارن، با هم اختلاف دارن، با هم شکررنجی دارن. وظیفه مسلمان اینه که رضاکارانه بره به حل مشکل اقدام بکنه، بونو بشینه صحبت بکنه، مشکل حل بکنه و راهنمایی بکنه تا اینکه با راهنمایی از بین مردم اصلاح وجود بیاره. و همچنین کار خیرخواهانه در ضمن اعمال صالح قرار میگیره. در اسلام اعمال صالح جایگاه بالایی داره که همیشه قرآن کریم وقتی که از ایمان میگه اعمال صالح به فعالیت بیاره. امانی و عمل صالحات ما در قرآن زیاد داریم. این معنی اینه که عمل صالح که کار خیرخواهانه و رضاکارانه یک بخش از اعمال صالح هست، در همراه ایمان ذکر میشه. یعنی ایمانی که نمادش اعمال صالح نبود ایمان ورزش نیه. یعنی واقعیت این اعمال صالح نتیجه ایمانه، ثمره ایمانه، نماد ایمانه. ایمان ما باید بازدهی داشته باشه. ایمان ما بازدهیش اینه که با اعمال صالح تمثیل بیاره. یکی از اعمال صالحی خیلی مهم و یکی مفادش زیاده برای عام مردم میرسه کار خیریه و کار رضاکارانه است. بله. ممنون جناب استاد. حالا اگر بیاین به سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و احادیث ایشان نگاهی بیاندازیم، حتی میبینیم که قبل از اینکه پیامبر ما صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث بشن، با تعدادی از جوانهای گروه جور کردیدن به خاطر عدالت خواهی، به خاطر که حق مظلومین رو بگیرن و به نوعی کارهای خیریه در جامعه انجام بدن، حتی زمانی که دستور پروردگار در این مورد به ایشان نیامده بود. خب واضحه که وقتی دستور پیامبر پروردگار به ایشان آمد و به پیامبری مبعوث شدن، خب به طریق اولا این قسم کارها رو انجام میدادن. اگر شما نمونه های از فعالیت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یا احادیث از ایشان داشته باشین که دین به نوعی تشویق کرده باشن امت خود را به انجام فعالیت های رضاکارانه. تشکر. و قدری که وقتی ما با حدیث پیامبر مثلا نگاه میکنیم که حدیث پیامبر در واقع نمونه عملی آیات قرآنی است. دقیق. در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم قضیه خدمات به دیگر رساندن و کار خیریه کردن خیلی تاکید شده، در واقع سریع آمده. بله. و بسیار با کلمات پیامبر صلی الله علیه و سلم کلمات بسیار قشنگی و کوتاه و جملات کوتاهی مطرح کردن که خیلی مفاهیم رو احاطه میکنه. که یک از ویژگی‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم به نام جوامع الکلمه. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی بودن که با کلمات کوتاه و جملات اندک و کوتاه خیلی مفاهیم مطرح میکردن. در اینجا ما ببینیم به قسمت کارهای خیلی خوانه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که احب الناس الی الله انفعهم. در نزد خدا بهترین مردم کی است؟ بهترین مردم کسی که با دیگران نفع رساند. هر کی با دیگران نفع بیشتر رساند او بهتر است. یکی از بهترین کارهای نفع کار خیرخواهانه است. خیلی وقتا ما شاید نفع برسونیم در بدل تبادل پول بگیریم، نفع برسونیم. این خود نیاز خود ما است، مجبوریم نفع کار بکنیم. اما گاهی که ما بدون کمک از دیگر، بدون معاش، بدون توقعی از دیگر خدمات برسونیم، اینجا است که از جمله بهترین مردم شمرده میشیم. ادامه میفرمایند که احب الاعمال الی الله ان تدخل سرور علی مسلمین. میفرمایند که یکی از بهترین اعمال در نزد خدا اینه که یک مسلمان خوشحال بسازی. خوشحال ساختن یک مسلمان بهترین اعمال است. بچه متاسفانه این روزه ما خیلی از مسلمان ها تلاش میکنه دیگر غمگین بکنه. اصل اینه که مسلمان تلاش بکنه دیگر خوشحال بشن. در نزد الله متعال بهترین اعمال خوشحال کردن مسلمان است. این خوشحال کردن کار چی است؟ کار رضاکارانه است. ادامه میفرمایند که از جمله بهترین اعمال ان تکشف عنه کربتن. اینه که تو از مسلمان مشکل حل بکنی. یک مسلمان مشکل داره، هر مشکلی، مریضی، پریشانی، بیکاری، وقتی مسلمان مشکل حل کردی بهترین اعمال است. ادامه چی است؟ ان تطرد عنه جوعا. گرسنگی رو بگیری. مسلمان گرسنه است، مشکل داره، فقیره، کمک برش بکنی. او تقضی عنه دینا، یا قرض پرداخت بکنی. یکی از بهترین اعمال اینه که قرض پرداخت بشه. امروز این خلق کم رنگ شده جامعه ما. کسی قرض داره، مشکل داره، پریشان است، توان پرداخت قرض خود نداره، مکلفیت که مسلمان ها اینه که کمکش بکنه، قرض پرداخت بشه. خود طلبکار او هم برایش اخلاقا حق داره که کم کنه قرض خود، ببخشه، مهلت بده. و اگر اون نمی کرد دیگه کسایی که اطراف هستن میفهمن که این نفر واقعا مستحقه. چیزی خریده ها توان مالی نداره، ورشکست شده، مشکل داره، کمکش بکنه. قضیه پرداخت قرض زندگی پیامبر خیلی جالب و داره. ما نمونه‌ای که کسی میاد قرضدار با هم دعوا دارن، دو نفر پیامبر میگه قرض ما میدون،
تو خلاصی بود. یا جدا که شده که مورد بیان دیدن که دو صبح با هم جر و بحث میکردن، پرسان کردن که شما چی کار میکنین، گفتن که این فلانی طلب خو میخواید، قرضا خو میخواید، خب من نگارم بودم. درست من به اون نفر به طلبکار میگن که کم کن، نصف بگیر، دیگر ببخش که بوتن بده. این دیگر نمونه های دارین کسان. دادم خودم میفرمان که جالب است که این نکته پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمان که ولی ان امشی مع اخی فی حاجت احب الیه من اعتکفو فی هذا المسجد الشهر. میفرمان اگر من با امرای برادر که به نیاز داره با او برم چند قدمی مشکل حل بکنه، بهتر از اینه که یک ما در مسجد پیامبر در مسجد مدینه نماز اعتکاف بشیم. اعتکاف خیلی ثواب داره. اعتکاف در مسجد نبوی که بیاندازه ثواب داره که هر رکعت نماز اونجا هزار رکعت حساب میشه. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که اگر ما با یک مسلمان مشکل حل بکنم، بهتر از اینه که اینجا یک ما اعتکاف بشیم. اعتکاف بشیم. بله. حدیثی که میفرمایند که المسلم اخو المسلم. سلام برادر است. لا یظلمه ولا یسلمه. او ظلم نمی کند، او تسلیم دشمن نمی کند. و من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجتی. این خیلی حدیث جالب است. اگر یک کسی بیا مشکل مسلمان حل کنه، خدا مشکل حل میکنه. خیلی از ما مشکل داریم، از خدا کمک میخوایم. یکی از راههایی که خدا به ما کمک کنه، کمک با دیگه ها است. در ادامه میفرمایند که این خیلی مهم است. من ستر مسلمان ستره الله یوم القیامه. کسی که مسلمان رو بپوشونه، عیب پوشی بکنه، در روز قیامت خدا عیب رو بپوشونه. هر کدوم ما مشکل داریم که پیش خدا معلوم است. این اگه خدا عیبای ما رو افشا بکنه، در روز قیامت رسوا میشیم. اما الله متعال میگه که در پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که اگر شما در دنیا عیب پوشی بکنیم، در آخرت عیب پوشی میشه. در آخرت که نیازمند اینه که عیبای شما پنهان بشه، خدا پنهان میکنه. و این روز متاسفانه برعکس، اصلا پوشیدن عیب اصل است. ما کسی رو با اشتباهی دیدیم، با خطایی دیدیم، با گناهی دیدیم، اصلا با پوشانیم، حالا ولی او گناه بزرگ. بله. ولی او کسی گناه بزرگ مرتکب میشد، بازم اصل پوشاندنه، اصل اینیه که ما او افشا بکنیم. حتی وظیفه محکمه این نیست که با خانه ها بگرده نگاه کنه کی شراب خورده، کی گناه کرده. بله. اصل اینه که اگر مورد مطرح شد، به جامعه مشهور شد، مجازات بکنه. وظیفه قضا است و محکمه است. اصل این است که ایوب بپوشانیم. حتی خود انسان مرتکب گناهی میشه، اصل پوشاندن است. چرا الله متعال نمیخوای آبروی انسان ضایع بشه، حد که حرمت به انسان بشه؟ درست انسان اشتباه کرده، چرا این اشتباه و گناه انسان رای حل داره، توبه میکنه، اما آبرویش که حد که شد او جبران نداره. به این خاطر به اینجا حدیث شریف صراحت داره که یکی از کارهای خیرخانه اینه که با دیگر پیشی بکنیم، مشکل رو نگوییم. حتی جالب گاهی موارد هست که انسان مرتکب اشتباهی شده، 10 سال پیش دزدی کرده، کاری کرده، هنوز ما یاد نگنه، هنوز بزن ما عجل حسن میگیم فلانی. خب برادر، شاید خدا رو بخشیده، تو نمی بخشید. او توبه کرده، حتما خدا رو بخشیده. ما در زیر کلاس نمونه دارن که یک نفر مرتکب زنا میشه، اعتراف میکنه، بعد مجازات میشه. بعد صحابه هنوز میخوان بد بیان، پیامبر ناراحت میشه. او دیگه بد نیست. او دیگه توبه کرده، او پاک شده. او کسی که قبلا به این گناهکار بود و حالا مجازات شده، دیگه گناهکار نیست. دیگه فراموش کنه بود. دیگه مثل حتی پیامبر به کسی که سنگسار میشه نماز جنازه میخونن، معنای اینه که دیگه گناهکار نیست، خلاص پاک شده. حالا هم ما هم یکی از وظایف مسلمان اینه که خیرهای دیگه باش ای پوشی بکنه و یو پنهان بکنم. در زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله کارا خیرخانه خیلی جالب است که روزی پیامبر صلی الله علیه و آله منبرن خطبه ارائه میکنن، سخنرانی میکنن. این نفر میاد میگه یا رسول الله من مشکل دارم. پیامبر مهربان ما نمیگه که صبر کن، باشه بعدن، بعد از نماز، بعد خطبه فردا بیا. همون لحظه اثر منبر پایین میشه. به خاطر حل مشکل مسلمان اثر منبر پایین میشن، کل صحابه منتظر سخنای پیامبرن، که مثلا پایین میشن اثر منبر. رو سوال بکن، مشکل کن، بعد دوباره برن ادامه خطبه میدن. دیگر نمونه داره، نمونه که در نماز خفتن اقامه نماز گفته میشه. این نفر میگه من سوال دارم. بو نمیگم پیامبر صلی الله علیه و سلم که خب این وقت نماز است که صبر کن. نه، همون لحظه جالبه اقامه گفته شده، صحابه میشینن به نماز گفتن، پیامبر صلی الله علیه و سلم میرن به گوشه مسجد سوال میکنن. صحابه قصه میکنن که ما رو خواب گرفته بود، ما نشسته خواب شدن که پیامبر ما نیومده. بله صدا اینا میومدن نمیفهمن چی میگفتن. ما فرق مشکل داشت، مشکل خانوادگی داشت، مشکل هر چی داشت، بیکار بود، فقیر بود، سوال شرید، هر چی داشت، خودش مشکل داشت. نیازم پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر حل مشکل از او حتی نماز هم متوقف کرد. و دو نمونه که مثلا گاهی شده که یک نفر عادی، یک خدمه، یک کنیزک به پیامبر کار داشتن، تا دو دستای مدینه میرفتن مشکل حل میکردن، نمیگفتن که تو بگو میجده که کجا میری،
به خاطر چی؟ به خاطر حل مشکل مردم اصل کار اسلامی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم به این الگو و رهبر ما در این قسمت پیشگام بودن برای حل مشکل مردم کار می‌کردن. حدیثی که جالب دارم که پیامبر می‌فرمایند که ما من مسلم یغرس و غرسا او یزرع و زرعا یاکل منه طیر او انسان بهیمه الا کان له به صدقه. خیلی جالب است. کسی درخت نهال میشونه، درخت میشه. کسی زراعت میکنه، کشتکار میکنه به دهات، به قریه ها، به سهره ها. از این کشت انسان، از درخت انسان خود طبیعتاً پرنده هم میخوره. بله. حیوانات هم میخوره. انسان هم میخوره. حشرات هم میخوره. همه اینا صدقه است. بله. اگر ما بتونیم یک درخت در خیرخواهانه بکاریم، چقدر برای ما ثواب میشه. بله. از سایه استفاده میکنن، از برگ استفاده میکنن. یکی هوا تصفیه میکنه، نفع کل مردم میرسه. از اینکه میوه از این پرنده ها بخوره، حشرات بخورن، مردم بخورن، خودمون هم بهره بگیریم. بله. این یک کار خیرخواهانه که ما اساس بگذاریم، ثوابش سالها و سالها برای ما میرسه. آخرین حدیثی که بیان میکنم که زیاد طولانی نشه، میفرمایند که الا اخبرکم به افضل من درجه الصیام و الصلاه و صدقه. قالوا بلا. قال اصلاح ذات البین. میفرمایند که به شما خبر ندادم که از اعمالی که از صدقه هم بهتره، از نماز هم بهتره، روزه هم بهتره. بگو چی کاریه؟ چه کاریه که از نماز ثوابش بیشتره؟ از نماز نفلی، از صدقه نفلی. میفرمان که اصلاح بین مردم. بله. اصلاح بین مردم بهترین عمل است. اصلاح بین مردم چی است؟ کار خیرخانه است. چون بین مردم اصلاح وجود بره، با ما کسی پول نمیده. خیرخواهی که میکنیم، مشکل مردم حل میکنیم، با اونا مشوره میدیم، صحبت میکنیم، این کار خیرخانه ما بدون معاش، بدون مزد است، این بهترین عمل میشه. پس مجموع حدیث نگاه میکنیم، دیگه هم حدیث دارن که بحث ما تقاضا نمیکنه مطرح بکنیم. معنا اینه که کار رضاکارانه و کار خیرخواهانه و کمک به دیگه ها یکی از برنامه هایی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در عمل زندگی خود داشتن، برای صحابه و برای ما دستور اکید میدادن که در این کار خیرخواهانه صحیح باشه. بله. ممنون از شما جناب استاد. از حرفای شما معلوم میشه جناب استاد که پس فعالیت های رضاکارانه تنها به اصطلاح در قسمت اقتصادی نمیشه، ما مثلا وسیله کمک بکنیم یا لباس کمک بکنیم یا پول کمک بکنیم. تعریف از این بسیار گسترده، یا ما حتی میتونین مشوره بدین، مثلا امانت رو حفظ بکنیم، از این قبل کارها هم میشه. پس خیلی موضوعی بسیار وسیع و گسترده است. حالا جناب استاد، ما در قرآن کریم وقتی داستانهای قرآنی تلاوت میکنیم، خداوند مثلا میفرماید که جوانی بود مثلا به نام ابراهیم چنین کارهایی میکرد. جوانانی بودند مثلا از اصحاب کهف خداوند یاد میکنه که رفتن به غاره و از شرک و بت پرستی بیزاری جستند و از این قبل داستان ها. و خداوند میفرماید که این داستان ها همگی برای پنده، برای از اینه که ما خدای نخواسته سرگرم بشیم این داستان ها رو مطالعه کنیم، برای پنده، برای از اینکه قدرت پروردگار ما بفهمیم و بیشتر آگاه بشیم. حالا جناب استاد، نمونه هایی هم داریم در قرآن مجید که تعداد کسایی بودند که قرآن از اون داستان گفته، قصه کرده که کارهای خیرخانه انجام میدادن، کارهای رضاکارانه انجام میدادن، فعالیت های رضاکارانه انجام میدادن. در قرآن کریم ما نمونه زیاد داریم، داستان های پیامبران و داستان های غیر پیامبران. دو نمونه خدمت شما مطرح میکنم این برنامه. یکی داستان ذوالقرنین است. ذوالقرنین یکی از پادشاهان گذشته که پادشاهی کل جهان است. یکی از برنامه ذوالقرنین اینه که با دکه جهان سفر میکنه برای مشکل مردم. بله. کل جهان میگرده به این طرف اون طرف. یک منطقه میره، منطقه ای که اون مردم همسایه هستن با دو گروهی به نام یعجوج و ماجوج. بله. این دو گروه دو قبیله هستن، آدم های مفسد بودن، آدم های خرابکاری بودن. این مردم به ذوالقرنین میگن که ما کمک بکن، این کار خیلی بکن که نه از شر اینها نجات پیدا بکنیم، اینا ما رضایت دارن، همسایه خوبی نیستن. بله. ذوالقرنین این چیکار میکنه؟ با کار خیرخانه شروع میکنه که یک سد جور میکنه، یک دیوار جور میکنه بین از اینا که مانع بشه او مردم بد و زشت و مفسد به اینها نتونن برسن. این ذوالقرنین یک پادشاه است. یکی از کار مهمش چیه؟ کار رضاکارانه است، کار خیرخواهانه است. و الان مطالب به ما کار ذکر میکنه، یادآور میکنه که در گذشته یک پادشاهی خوب بود، پادشاه عادل بود، یکی از خدماتش کمک برای مردم بود. داستان حضرت موسی از داستان بعدی که حضرت موسی علیه السلام ما زندگیش خواندیم که وقت در مصر یکی از قبطیار میکشه و بعد ترس فرعون فرار میکنه، میره به مدائن. مدائن یک از شهرها است که از شعیب علیه السلام اونجا پیامبر است. در مدائن که میره اونجا، اولین کاری که حضرت موسی میکنه کار خیرخواهانه است. اونجا یک منطقه میبینه که مردم یک چاه هست و میان آب میکشن و گوسفندها خود آب میدن. میبینه دو دختر یک گوشه ایستاده ان، گوسفندهاشون کنارشون هست و استفاده میکنن از آب. حتی موسی احساس میکنه اینا مشکل دارن،
هذا الموضوع واقعا پیامبر نشد اما حس انسانی حس فطرت پاکش هست که باید کمک به این مردم بشه پرسیدم شما چرا منتظر هستی میگن ما خب توان نداریم از چه آب بکشیم و پدر ما پیر است و منتظریم که این مردم آب ببرن و بعض ما آب خوره که هسته برای آب میمانم بس کنده خواب بریم حتی موسی پیش قدم میشه نمیگه که ما چند پول میدیم حتی موسی مسافره گرسنه یا تشنه خسته هیچ چیز نداره تک تنها مسافر مهاجر نمیگه خب به ما کمک میکنیم شما آب بدون یکی که اصلا درخواست نمیکنه کار زکارانه است دیگه میره از چا آب بالا میکشه و بس کنده آب میده و تمام میشه ادامه داستان خوب داستان مورد بحث نیست اما نکته اینجا هست که حضرت موسی که اونجا خسته اومده نیازمند همکاری هست بله توقع میرفت که کمک بخوای از اونها بله توقع میخواست که با ما کمک بکنه ما مسافر هستیم ما به اصطلاح یک پیاله شیر بده یک تکه نان بده که من بخورم و کمک بده نه کار نمیکنه چرا کار رضاکارانه باید بدون عوض باشه حضرت موسی علیه السلام اینجا خدمت میکنه و نتایج داره که بعدن باز با دختره که ازدواج میکنه داستان ترون است اما نکته مهم اینجاست که حضرت موسی به پیامبر کار خیرخواه انجام میده و واقعا رضاکار است و قرآن کریم اینو یادآوری میکنه که کار رضاکار و کار خیرخواه یکی از ارزش هاست که پیامبر به او ملتزم بوده حتی دلیل فرار حضرت موسی هم از مصر همین بود که یک نفر طلب کمک کرد از حضرت موسی وقتی یک قبطی از اون قوم فرعون بالای از ظلم میکرد و حضرت موسی هدف کشتن از اون شخص نداشت فقط میخواست که همکاری بکنه با اون شخص مظلوم و می بود که باز او اشتباهاً به قتل رسید خب جناب استاد اگه حالا بیاییم نمونه های این موضوع بیشتر ربط بدیم به جوانان که چقدر وقتی جوانان پیش قدم بشه در این قسمت میتونه تاثیرگذاری از این موضوع بیشتر بشه دقیقا کار رضاکارانه مشکوف اصلا کار جوانا هست بزرگسال ناراحت نشن چون کار حرکت از کار بده و بده و از کار میدانی هست در قسمت کارهای عملی و غالبا کار جوان ها هست که جوان ها میتونن پیش قدم توانایی دارن حوصله دارن و فرصت دارن بیکارتر میتونن انجام بدن گرچه برای بزرگ سال هم میشه کار بخش مشورده ای و کار بیشتر برای بزرگ سال هم مربوط میشه که اونا تجربه دارن و نظر بدن راهنمایی کنن اما کار عملی میشه کار جوان هست اگر ما جوان های خود به هر کاره یعنی جوان وقت اینه که یعنی ستون فقرات جامعه جوانان هستن بله. اصل کار جوان است یا شیرازه یک ملت جوان است بله. اگر جوانو به هر حوزه علمی کار رضاکارانه کار تخصصی هر حوزه‌ای که جوانو خوب بدرخشن اخلاقی و اجتماعی او جامعه موفق میشه و پیشرفت داره و هر جامعه‌ای که جوانا اشتباه بدن خلاف بدن و مرتکب اشتباهات بشن جامعه خراب میشه ما خوب واضح میبینیم در کشور ما سالهای خوبی داشته باشیم و داشتیم و داشته باشیم از جوان هست اگر اشتباهات و خرابی بود از جوان هست به خاطر برای کار خیلی خانه هم که کار خیلی مهمی است و کار حیاتی است برای جامعه مفید است بعد نقش جوان خوب تبرز بکنیم جوان انگیزه بدیم اونها موقعیت بدیم اونها زیبنر ما ساید بکنه گاهی شاید جوان نفهمه یک فلان کار خیلی خانه هست بریم یک کار شروع کنیم چهار تا جوان جمع بکنه یک محله یک محله مثلا کوچی ما مشکل داره نظافت نداره جوان ها جمع میشن آشغال دیگر اندازن آشغال جمع بکنن مسجد ما خوب پاک نیست منتظر نباشه متولی و خدمه مسجد کار بکنه جوان ها جمع بشن کار بکنن همین قصه در کل کارهای میدانی که هستم نهالشانی و کار پاک کارینا اگر ما جوان ها انگیزه بدیم اونا تشویق بکنیم اگر جوان متوجه بشه این کار ما هم خدمت میشه برای همسایه هم خدمت برای خلق میشه هم ثواب میگیرم طبیعتا انگیزه میگیره و ما خوبه که در بخش کار رضاکارانه برای جوان ها زیاد روی حساب بکنیم انگیزه بدیم و کار بکنیم و موثر واقع میشه چون که نیروی قوی و توانایی هستن که به کار میتونن انجام بدن بله دقیقاً واقعا جناب استاد که فعالیت های جوانان در طول تاریخ واضح و هویدا بوده و تاثیرگذار هم بوده مثلا اگر بیاین غزوات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو نگاه کنیم همین جوانان بودن که پیروزی های پی در پی برای دین مقدس اسلام و پیامبر علیه السلام به ارمغان می آوردن حالا اگر بریم به عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و جدا از مسائل غزوات بیاین بحث فعالیت های رضاکارانه صحبت بکنیم حالا اون غزوات و این مسائل خونا مسئولیت شرعی و دینی خود می دانستن حالا اگر بیاین در بحث فعالیت های رضاکارانه ای که صحابه پیامبر و به خصوص جوانان انجام میدادن صحبت های داشته باشیم ما به چند صحابه اشاره میکنیم مختصر که صحابه وقت زندگی خیرخانه بود اصلا کار خدمات بود یک نمونه کسب نام ارقم است ارقم یک جوانان صحابه است بله این چیکار میکنه این وقت مثلا در مکه هستن و شکنجه کفار هستن خانه خود برای پیامبر صلی الله علیه و آله میده یعنی خانه ارقم پناهگاه پیامبر و صحابه است
یک جوان ادی نمیترسه که مشکل خبر بشن و عمر خانم رو با آتش بزنن، خلاص فداکاری میکنه. یعنی کار رضاکارانه، کار خیر خانه است، بدون پیمار به معاش بدن، بدون که از کس مزد بگیرن، خلاص. یا رسول الله، این خانه ای جای خوب است، کس متوجه شما نمیشه. خانه جوان کالبان فکر نکردن که پیامبر اونجا پنهان بشه. این خانه پیامبر مرکز دعوت، مرکز اسلام میشه. رشد اسلام از اونجا چشمه میگیره، آقا چشمه اسلام از اونجا شروع میشه. اسلام به اونجا پخته میشه و عزت میگیره و جایگاه میگیره. خانه ارقا یک جوان است. دیگه صحابه حضرت علی است. حضرت علی رضی الله عنه با وجود خدمات خیلی زیاد داشت، کار خنده جالب میکنن. وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله به مدینه مهاجر بشن، حضرت علی جای پیامبر میخوان. این خود خود فدا میکنه، فدایی پیامبر میشه. یکی از کارهای خیرخانه حضرت علی اینه که فردا که بیدار شد و مشکل خواستن که پیامبر نیست و علی اینجا هسته، برای مردم امانتی های مردم رو برسنه. نکته مهم اینجاست. دیگه مسائلش که مسائل زیاد داره که به سیرت مربوط میشه. حضرت علی به خاطر کمک به مردم، به خاطر خیر مردم، مردمی که به قصد قتل پیامبر صلی الله علیه و آله به خانه میآیان، این مردمی که به وجودی که پیامبر دشمن داشتن اما با پیامبر اعتماد داشتن که با امانتی میآیان. بله. حضرت علی یک از کارهایش اینه که بعد از پیامبر مردم امانتی رو برسونه. کار خیر خانه است. حضرت جعفر گودات علی میشه به نام ابوالمساکین مشهور است. پدر مسکینان، به خاطر چی؟ زیاد خدمات برای مساکین و برای فقرا داشته. کسی به نام رفیده که زنان صحابه است، میگن رفیده اولین کسی که شفاخانه سیار، شفاخانه میدانی ساخته. شفاخانه میدانی اصطلاح امروزی که میگن به تظاهرات ها و تجمعات مردمی، یک شفاخانه یعنی جای برای تداوی مریضا و زخمی های باشه. رفیده رضی الله عنه کسی است که در غزوات پیامبر صلی الله علیه و سلم بیشترین خدمات طبی به اصطلاح میرسونه، بیشترین خدمات پاسمان و پرستاری میکنه و او خاطر مشهور است به نام نخستین زنی که شفاخانه میدانی ساخته. این شفاخانه سیار اجرا کردم. این یک جوان بوده، یک زن جوان است. حضرت ام کلثوم دیگه از زنان جوان است که حضرت ام کلثوم خانم حضرت عمر میشه. حضرت عمر مدرسانش میخوانه که شب شبا بیرون میشه ببینه که چی خبر است به شهرش. دور دستا یک چراغ روشن رو نزدیک میره که یک خانم وقت زایمان است و کسی رو ندارن و بی کس هستن. حضرت عمر میای به خانه خود مقدار آردم میگیره و همسر خود ام کلثوم بخواد. ام کلثوم جوان است. و خودش میبره به دور دستو. به شب ام کلثوم یک زن مسلمان میره به او خانه یک فقیر، کمکش میکنه، مسائل زایمان سپری میشه و کودک تولد میشه و پوشاک که داره و مواد غذایی هم حیات عمر برده برای اجنا. این گپ اینه که یک زن جوان خدمات انجام میده و دیگه رضاکار است. شب و روز نمیشناسه، شب است، نیمه های شبه، خیلی راه پیاده رفتن، با دور دست مدینه بوده، سختی داره و زحمت داره و یک زن مسلمان به خاطر خدمت به دیگه و کار خیرخانه انجام بده. اینا ما فهمیدیم که کار خیرخانه مخصوص مردان نیست، کار رضاکارانه. میدانهایی که مخصوص مردان است، مردان باید رضاکار بشن. میدانهایی که مخصوص زنها است، زنها رضاکار بشن. باید برای هر دو فرصت مساعد بشه که هم زن هم مرد همگان در کار رضاکارانه سهم بگیرن. بله. ممنون جناب استاد. حالا میریم با شما در مورد حوزه ها و میدان هایی که باید فعالیت های رضاکارانه صورت بگیره. گرچه در تعریف هم اشاره شما داشتین، اما اشاره گذرا بود. حالا اگر بیایم روی از این موضوع صحبت بکنیم که در چه حوزه هایی و میدان هایی فعالیت های رضاکارانه صورت میگیره. کاش میدان ها خیلی زیاد است، میشه که اینو مختصر بیان بکنیم، زیاد وقت ما اجازه نده. خیلی حوزه ها داریم، کل ساحات زندگی میتونه که حوزه های کاری برای کار رضاکارانه باشه. بله. از جمله اینه کمک برای یتیم ها. انسان یتیم یا کودک یتیم بی پناه است، بی سرپناه است. ما به کمک باید بکنیم. کمک برای یتیم دو بخشه. یکی اینه کمک مادی. بله. که ما نیاز طبیعتاً چون که آید نداره و کار کرده نمیتونه کمک مادی برش بکنه. یک کمک سرپرستیه، کمک نوازشه، کمک محبته. طفل یتیم از محبت محروم شده. اگر ما به او محبت نکنیم، او طفل یتیمی که به کوچه آشغال جمع بکنه، پلاستیک جمع بکنه، او دشمن ما میشه، عقده‌ای میشه. دقیقاً. او این حال احساس میکنه که چرا این مردم همگی شب راحت میخوابن و سرن بچه‌هاشون لباس خوب میپوشن، من ندارم. چرا به داد من نمیرسن؟ ای برش عقده و کینه پیدا میشه. آخر از جامعه انتقام خود میگیره. طفل یتیمی بی سرپرست که به کوچه رها بشه، طفل فقیری که به کوچه رها بشه، حالا که کار کرده نمیتونه، از جامعه انتقام خود میگیره. زهر خود خود میریزونه به جان هر کس که شد. خیلی وقتا نه امنیت جامعه رو به خطر میندازه. یکی از وظایف، یکی از کارهای رضاکارانه است که ما ایتام پرستی بکنیم. هم خدمات مادی برسونیم به او، هم خدمات روحی که همو سرپرستی و مهربانی و شفقت ترحم است. دیگه میدان های علمیه. شاید متعلم هایی باشن نیاز به کتاب داشته باشن. متعلم باشن نیاز به راهنمایی داره. معاصل است که مسافر است،
اتاق نداره و کمک داره، کرایه اتاق نداره بده، پول کتاب نداره بده، پیدا بکنه ما با پیدا بکنه و شده سیه بکنه با اونهای خدمات رو برسونه. قضیه کار علمی واقعیت اینه که خدمات علمی اصل کار است. اگر بتونه ما آموزش رایگان داشته باشیم جایی که مردم بیزاحتن، کورس آموزشی باشه، فیس کم بخواهیم، مراکز تعلیمی داشته باشیم، اینها میدان خیلی بزرگه، چون که کل کارهای دیگه با علم ارتباط داره. یعنی تابنای همه پیشرفت ها در هر حوزه ای آغازش با علم است. اگر ما دانشمند خوب نداشتیم، نه دکتر خوب داریم، نه انجینر خوب داریم و نه اقتصاددان، هیچ کسی دیگه نخواهد داشت، نه مدیر خوب، نه رئیس خوب، همه بخشا و همه کارها، همه کارمندا و همه مسئولین باید از مکتب و از صنف شروع بکنن، از اینجا پیش بیرن. اگر ما به اینجا نیازمند رو کمک بکنیم، کار خاله بزرگ خیرخانه است. قضیه تسهیل ازدواج ها یک کار خیرخانه است. اگر خود ما خواهر داریم و دختر داریم ازدواج میدیم، آسانگیری بکنیم، و اگر کسی ازدواج کرده با او نیازمند همکاری بکنیم، راهنمایی بکنیم، همکاری بکنیم، مشکل حل بکنیم. خدمات طبی یک بخش خیلی مهم است، بخصوص در شرایطی که مصارف طبی سخت شده و سنگین شده و قیمت دوا بالا هست، بتونیم ما خدمات خیریه داشته باشیم. ما توان خود اگر یک جمع داشته باشیم، جمع تشکیل بدیم، جوانان جمع بشن، مقدار اندکی خدمات داشته باشیم، خدمات اولیه داشته باشیم برای کسایی که نیازمندن برسونیم. اشیایی که در جاده ها و کوچه ها اذیت میرسونه برای مردم، خار خاشا که اینا باید دور بسازیم. حدیث ما اصلا میفرمایند که یک نفر در داخل بهشت میگه، ما دیدم وقتی شب معراج رفته بودن که با بهشت بخ چکر میزنه، این چیکار کرده؟ این در داخل جاده یک درخت که مزاحم بود رو قطع کرد. داخل جای شده تا درخت شاخش آماده جاده را گیری، کوچه را گرفته، مردم اذیتن. این میای همیشه این مزیر برطرف میکنه، آشغال تک کوچه است، این جمع میکنه برطرف میکنه. این کار خیر همون نفر که یک شاخ درخت قطع کرده به خاطر حل مشکل مردم به بهشت میتونه بره. و یک میدان خیلی بزرگ است. شکر به غم شادی مردم. انسانی که به غم دوچار میشه، کسی از عزیزان خود دست میده و غم داره واقعیت. کاش متاسم ما عرفای غلطی هم دارن که زیاد اذیت میشن، میمونی باید بگیره و مراسم اینا که اون مشکلات بعد هم حل بشه. نه. از طرف ما به دوست و آشنا و همسایه باید بریم کمکش بریم. این مراسم عادی و شریر شاید نفهمه. او مسلمانی که غم داره عادی نداره. چگونه کی جنازه بخونن، چگونه دوست قمار خبر بکنه، چگونه قبر کنده بشه، چگونه نماز، همین مسائلی که ضرورت شرعی است، اینها رو باید با همکاری بکنیم، بریم کنارش بشینیم، بگیم برادر، همسایه، دوست عزیز، تو غم داری، نمیفهمی چیکار بکنی و هوا نمیتونی کل کارا بکنی، بری کار ببین بسپور. من میرم مثلا پاکت چاپ میکنم، من میرم قبر کنده موظف میکنم، من میرم آمبولانس تهیه میکنم. این کارهایی که ضرورت داره. و همچنین قضیه شادی ها، در شادی ها در محافل هم برادر ما و همسایه‌مون نیز به همکاری از یکی میدان های بزرگ خیرخانه است انجام بدیم. بخش خیلی مهم دعوت به سوی ارزش ها، دعوت دینی، دعوتگری و راهنمایی دیگه به طرف کار خیلی کار مهم خیرخانه است که ما بدون باز دیگر راهنمایی بکنیم. کار دعوت که میگویم قرار نیست دعوتگر یک شخص خاص باشه، متخصص علوم شرعی باشه، نه، هر کدوم ما در هر موقعیتی که هستیم دعوتگر میتونیم باشیم. و دعوتگری کار پیامبری هست. ما بذاریم دیگاه تشبیه باید کار اندکی میفهمیم، اما اندکی خود با دیگاه برسونیم، اما اموزه اندک خود دیگاه برسونیم، خودش کار دعوتگری هست که بزرگترین کار رضاکاره میتونه باشه. مشوره خوب دادن یک کار خیلی مهم است. خیلی وقتا یک کسی میاد مشکل داره، باید مشوره بده، برنامه‌ایش بکنه. خیلی وقتا نفر نمیتونه مشوره بخواه، یعنی رویش نمیشه، ما بریم با او پیدا بکنیم، او هم سمیمی باشه، من قصه بکنم، کم کم بتونم مشکل خوب بگم. برای اینکه ما برای دیگه ها شناسایی بکنیم، ادیس ما دارن که پیامبر اسلام جالب بود، روزی یک صحابی میگه که ما جایی بودیم، یک نفر اومد کس دیگه جا اومد، شو طرف رو نگاه کرد، در طرف پیامبر متوجه میشه که نفر مشکل داره، خودش نگفته، رویش نشده. این برای ما خیلی مهمه، کسی روی نمیشه با مشکل حل کنه. پیامبر میگه که مشکل بعد میفرمایند که ادیس جالب دارن میگن که کسی که یه حیوان اضافی داره بده به کسی که حیوان نداره سوارش، کسی که غذا اضافه و کسی که غذا نداره، کسی لباس. میگن آنقدر پیامبر نام گرفت که من فکر کردم که اشیاء اضافی به درد از ما نیست، پس هر چی اضافه داشته استفاده نمیکردیم، ما دیگه باید بدیم. یعنی ما همین قسم بعد نفره که با او ارتباط داریم و او نمیتونه بگه مشکل خود خور، نه غیرت اجازه نمیده و شرط اجازه نمیده و رویش نمیشه، بعد ما شناسایی کرده مشکل رو حل بکنیم. بجز میدان ها پاکاری است، پاکاری محل، پاکاری مسجد، این مسئله خیلی مهمی است که میتونه مدیری مسئله و دیگه هم شاید نمره باشه که میتونه
کسانی کار رضاکار میخوان متوجه بشن در محیط اشاد در محیط در محل نیازمندای خاص خود داشته باشه که جوانای رضاکار و مؤسسه هایی که کار رضاکار انجام دادن مجبورن که او مایلش مساعی کردم نظر با عموم شرایط و نظر به اولویت بندی های مناسب کار آخر خانه را انجام بده. بله ممنون جناب استاد. به آخر برنامه رسیدیم جناب استاد، اگر خلاصه یک صحبت داشته باشین، گرچه در بین صحبت های شما اشارات شد به اینکه وقتی کمک خیرخانه صورت بگیره به افراد، خب واضحه که دست اونها گرفته شده و به اونها یک فایده رسیده. حالا اگر بیایم در هر دو بخش یک صحبت خلاصی داشته باشیم، به کسی که فعالیت رضاکارانه انجام میده چی ثمرات و فواید متوجه از او شخص میشه، و خلاصه اگر توضیح داشته باشیم که چه فوایدی برای جامعه میرسه، برای افراد میرسه. دقیقاً وقتی اینه که این کار رضاکارانه و کار خیرخانه خیلی ثمرات و فواید داره. بله. که یکی از اون ثمرات رستگاری خود شخصه. بله. خدا میفرمایه که ففل خیر لعلکم تفلحون. بله. کار خیر انجام تو رستگار بشی. بله. یعنی رستگاری نتیجه کار خیر است. ما هم نیازمند رستگاری هستیم، میخوایم رستگار بشیم، پیروز بشیم. و یکی از راه کار خیرخانه و کار رضاکارانه است. دیگه رسیدن به بهشت، وعده ای رئیس حدیث میشه قبلا خواندیم. حدیث که خواندیم که نفر بهش چکر میزنه به خاطر قطع یک نهال موزی. بله. و نتیجه کار خیرخانه نتیجه ثواب و بهشت است که برای ما داده میشه، برای خود رضاکار برمیگرده. همکاری خداوند، خداوند با کسی که کار خیر کنه با او همکار است. یک دیگه از ثمرات برای خود شخص مثلا آرامش روحیه، پر کردن اوقات فراغت، بیکاری سرمشی همه مریضی ها و همه افسردگی هاست. انسان که کار خیرخانه انجام بده، رضاکار باشه، مصروف میشه، خدمات انجام خودش اصلا راحتی میکنه. وقتی ما به دیگر کمک بکنیم خود ما راحت هستیم. و از طرف این کار رضاکارانه برای مردم آسایش وجود میاره. در محل ما، محیط وقتی ما کار ما خیرخانه باشه، دیگر راحت میشه. این راحتی کمک است برای کل مردم. فرض کنید یک محل خیلی آشغال بندازن که آشغال تیرا ضرر داره برای کل محیط. میکروب میگیره، حشرات میاد، پشه های موزی میاد، این ضرر داره. و این ضرر وقتی ما بدن دفع بکنیم کل محیط مفید فایده میرسه. همونطور ما خدمات دیگه هم که مطرح میکنیم، خبر هم اشاره کردم، میدان های ازونا برای کل مردم آسایش است. اگر کل مردم با این خدمات یک رقم خدمات اجتماعی و کار رضاکارانه این وقت یک رقم بشه و کل مردم به میدان وارد بشن، هر کسی در جای خود کار انجام بده، کل مردم با آسایش و آرامش و رفاهیت میرسن. یکی دیگه از کارهایی که به دوری از افسردگی، این انسان های بیکار افسرده میشن. این افسردگی هم برای رضاکار مفیده که دفع میشه، مصروف میشه، هم برای کسی که مشکل داره. مشکل نفر با افسردگی دچار کرده، حال وقتی میره مشکل رو حل میکنه، چیزی که توقع نداره، از او کمک نمیخوایم، به خاطر رضای خدا و به خاطر کمک به او کار انجام میدیم، اون نفر هم از افسردگی نجات میدیم، خود ما از افسردگی نجات میدیم. در نتیجه این میشه که خدمات رضاکارانه مفادش هم برای خود رضاکار میرسه، هم برای مردم میرسه، هم برای کل جهان و کل انسانیت. اگر ما خدمات رو کمی گسترده بکنیم و عام بسازیم، این زیاد که بشه نفعش برای کل جامعه و کل مردم خواهد رسید. بله ممنون جناب استاد. وقتی داستان مبعوث شدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو مطالعه میکنیم که از غار حرا بیرون شدن و نوی حراسناک بودن و ترسیده بودن از او آمدن جبرئیل علیه السلام و چیز نوی عجیب بود برایشان، وقتی به خانه میان میبینین که حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها چند تا از خصوصیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو نام میگیرند و میگن مثلا شما امانت دار هستیم، صله رحم را انجام میدین، دروغ نمیگیم و بعضی از صفات دیگر. به خاطر خداوند هیچ وقت شما رو خار نمیکنه. میبینید که وقتی ما به اصطلاح دست به کار خیرخواهانه میزنیم، به این معنی است که پروردگار هم حامی ما است. این ان شاءالله که بینندگان عزیز ما فایده گرفته باشند جناب استاد از صحبت های شما و کار خیرخواهانه و رضاکارانه به اصطلاح گام بردارن در این قسمت و تا این اجرها و پاداش هایی که پروردگار در دنیا و آخرت برای در نظر گرفته نصیب بشن. و تشکر از شما جناب استاد که در برنامه حضور یافتید. تشکر. و تشکر و سپاس از شما بینندگان عزیز که تا پایان برنامه ما را همراهی کردین. به امید از اینکه موضوعی برنامه برایتان مفید واقع شده باشه و بتونین مفاهیم و مطالبی که جناب استاد در برنامه امروز ارائه کردن در زندگی اجتماعی خود عملی بکنیم، تا بشه از تأثیرات و فواید ای عمل خیرخواهانه مستفید بشیم. تا برنامه بعدی آینه زندگی، خداوند یار و نگهدارتان.